خیلی لطف کردین خانم سنیم. من یک بار شما رو داستانی که امشب قراره برامون تعریف بکنین شنیدم توی برنامه گروه اتلانتا و گفتین 3 سال پیش قبل هم اوایل کووید و واقعا عاشق اون قصه گویی شما شدم که درست مثل این که آدم داره پرده سینما میبینه که این دو نفر چجوری با هم کامونیکیت میکنن حتی با نگاهشون. خیلی خیلی ممنون که دعوت من قبول کردیم. ایشون دیپلم ادبیشون رو از دبیرستان رضا شاه کبیر گرفتن که یکی بهترین همه میدونین بهترین دبیرستان های تهران بود برای خانم ها و بعد از اونجا تحصیلاتشون رو در لیسانس روانشناسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس روانشناسی تربیتی با تخصص مشاوره از دانشگاه تهران گرفتن. سابقه کارشون مدیر و مسئول اجرای دوره‌های مدیریت عالی در مرکز آموزش مدیریت دولتی و مدیر واحد تحقیقات و پژوهش در شورای عالی هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور و ایشون نویسنده کتاب و مقالات تحقیقاتی هستند و همچنین رمان‌ها. خودشون گفتن همین یکم کافی هستش ولی من بعضی از نکاتی که به نظرم خیلی جالب اومد اینکلودین کارشون در ایران یه 2-3 خط دیگه شو میگم چون رزومه‌شون بلنده و خودشون میخواستن همون تیکه اول رو بگم. یه ترینینگی داشتن در فیلیپین و بعدم در USC در کالیفرنیا University of Southern California برای The Training of the Trainer in Public Administration و ایشون شرکت کردن در کنگره های زبان های بین المللی در کشورهای متفاوت. تجربه هایی که سوابق تدریسشون روابط انسانی در محیط کار در دوره های مدیریت عالی و سرپرستی اینا قبل از انقلاب هستش. ارزشیابی آموزشی در دوره های مدیریت آموزش و کارشناسی آموزش برآورد نیازهای آموزشی در دوره‌های کارشناسی آموزش. تحقیقات زیادی داشتن و یک 2-3 تاش که خیلی به نظر من چشمگیره بررسی مسائل و مشکلات اداری از دیدگاه مدیران کل. بررسی و نظریات دیدگاه‌های معاونین وزرا سال 1352 یعنی 5 سال قبل از انقلاب. یعنی goes on and on. یکی که خیلی جالبه بررسی نگرش‌های سیاسی دانشجویان و تعیین همبستگی آن با میزان فاشیسم، داگماتیسم و موقعیت اجتماعی و تحصیل خانواده‌های آنان در دانشگاه تهران در 1358 انجام شده و درست بعد از انقلاب جمع‌آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و انتشار آمارهای آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور به صورت سالیانه برای 10 سالشون انجام دادن. از سال 1362 تا 1372 و باز هم 10 سال دیگه ارزشیابی دوره‌های آموزشی تربیت کارگر متخصص. مقالات متعددی در رشته‌های کار خودشون نوشتن و رمان‌ها. یکی از رمان‌های معروفشون رمان سهم من هست که در سال 1382 به چاپ رسید و در سال 1385 obviously متوقف شد چاپش در ایران این بعد از انقلاب. و در ضمن این کتاب در سال 2010 به زبان ایتالیایی ترجمه شد و در همان سال به عنوان بهترین کتاب سال در بخش بین‌المللی موفق به دریافت جایزه ادبی بوکاچیو در ایتالیا شد. و رمان دیگرشون پدر آن دیگری چاپ اولشون شهریور 1383 و چاپ 14 در 1395 یعنی 5-6 سال پیش و از اون فیلم سینمایی پدر آن دیگری ساخته شد و این کتاب به 11 زبان ترجمه شده.
رمان دیگر رنج همبستگی، and چاپ اولش 1384 و بعد خودشون از چاپ دومش نمیخواستن دیگه چاپ بشه. رمان بعدی آنها که رفتند و آنها که ماندند، بعد یه اسم دیگه بهشون دادن که شاید قبول بشه تو این آموزش، تو کسانی که اونجا در سرکار هستن، یا جمع پریشان، که از سال 1386 معطل موندن که ببینن اجازه چاپ داده میشه یا نه. و کتاب هایشون به زبان نروژی، رومانی، فرانسه، اسپانیا چاپ شده است. And این خلاصه بود از، واقعا خلاصه بود از کاری که انجام دادن خانم سنی. بسیار impressive. بگم که چرا امشب رو انتخاب کردیم، این دوشنبه رو، برای این داستان، برای اینکه فردا ولنتاینز دی هستش. Happy Valentine's to all and every one of you. So happy Valentine's به همه. خانم پرینوش، ما حاضر هستیم، بفرمایید. با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز مجدداً، امیدوارم که خیلی خستتون نکنم. ما قراره که امروز به صورت خیلی خلاصه داستان خسرو و شیرین رو تعریف کنیم که در یک جلسه بتونیم همه رو بگیم. در نتیجه من از مقدمات میگذرم و معرفی نظامی رو فکر میکنم دیگه همه میشناسیم، یکی از معروفترین شعرهای ما در قرن ششم هجری و خب مثنوی خمسه که داره شامل پنج مثنوی که یکیشون خسرو شیرینه. ولی یه نکاتی هست که نمیشه از اینها بگذریم، بد نیست که یه اشارهی بهشون بکنیم که وقتی که داستان رو داریم تعریف میکنیم به این نکات توجه کنیم. اول اینکه میخوایم ببینیم اصلا منظور نظامی از داستان خسرو شیرین چیه، چون در اون دوره که مسئله دین و مذهب و اینا در اوج خودشه و اینم خودش یک عالم مذهبی هم هست در عین اینکه علوم دیگر رو هم میدونه، ولی عالم خیلی بزرگیه و یه عده پیرو داره و این یه دفعه میاد شروع میکنه یه داستان عاشقانه ای رو از کسایی که در چیز هستند، به اصطلاح به قول دوستش میگه داستان مغان رو تعریف میکنی و چرا این کارو کردی، و خیلی بهش اعتراض میشه که تو چرا رفتی یه همچین داستانی رو تعریف میکنی، و این توضیح میده که من اصلا برای چی میخوام این داستان رو بگم. میگه که حدیث خسرو و شیرین نهان نیست، وزن شیرین تر الحق داستان نیست. این هم حرفی نداره، ولی من نمیخواستم که فقط داستان تعریف بکنم، چون نگفتم هرچه دانا بود از آغاز، که فرخ نیست گفتن گفته را باز. در آن جزوی که ماند از عشق بازی سخن راندم، نیت با مرد قاضی. من میخوام در مورد عشق صحبت بکنم، نه در مورد فقط همین داستان. و این داستان، با کمک این داستان میخواد که به عمیق‌ترین باورهای اعتقادیش که کیش مهر هست بپردازه و معتقده که تمام مبنای عالم بر عشق استواره و این رو میخواد نشون بده. و یه توضیحی در نهایت خیلی با احتیاط میگه که نبودا به مسلمونیش هم بر بخوره، ولی میگه که من به عشق معتقدم. میگه مرا که از عشق به ناید شعاری، مبادا تازیم جز عشق کاری. فلک جز عشق مهرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. و همینطور میگه اگر بی عشق بودی جان عالم، که بودی زنده در دوران عالم. کسی که از عشق خالی شد فسرده است، گرش سد جان بود بی عشق مرده است. اگر خود عشق هیچ افسون نداند، نه از سودای خیشت وارهاند، نه باعث میشه که از خودت بیای بیرون،
انقدر من نکنی؟ مشو چون خر به خورد و خواب خورسند، اگر خود گربه باشد دل بر او بند. به عشق گربه گر خود شیر باشی، از آن بهتر که با خود شیر باشی. بتونی یه چیزی رو بر خودت و امیالت ارجحیت بدی. و بالاخره میاد تو بخش به صلاح، چون فیزیکدان و منجم هم هست دیگه، که مغناطیس اگر عاشق نبودی، بدان شوق آهنی را چون رو بودی. وگر عشقی نبودی در گذرگاه، نبودی کهربا جوینده کاه. هر آن جوهر که هستند از عدد بیش، همه دارند میل مرکز خیش. این مرکز کائنات، همه دارند دور مرکز خیش میگردند. طبایع جز کشش کاری ندارد، حکیمان این کشش را عشق. گر اندیشه کنی از راه بینش، به عشق از ایستاده آفرینش. بنابراین ما فقط وقتی در مورد عشق میخوایم صحبت کنیم، یا حتی یک داستان عاشقانه، منظورمون اون محتوای اصلیه که عشق داره و تمام جهان بر مبنای اون استواره. و بالاخره میایم حالا به شروع داستان. خیلی سریع بگذاریم. هرمز شاه، شاه خیلی خوبیه، عدل و داد میکنه، هم دوستش دارن، ولی یه قصه بزرگ داره و اون اینه که بچه دار میشه. و بالاخره با نذر و نیاز و اینها، بالاخره خداوند یه بچه بهش میده که خیلی هم پسر زیبا، خوشرو، قوی یا اینها هستش. و پدر در خسروی دیده تمامش، نهاده خسرو به پرویز و میزبردش به دست بهترین معلم ها تا آموزشش بدن. حالا خسرو این وسط شیطونی هایی هم می کنه. گاهی بالاخره یه بچه خیلی توانایی و همه چی داره، پس باید یا کمی آدم از خود راضی باشه. یکی دیگه از چیزایی که باید بگم توجه بکنید، شخصیت سازی نظام. نظامی به قدری قشنگ شخصیت های داستانش رو تعریف میکنه که گاهی شما فکر میکنید که این یه روانشناس بوده. و این طبقه بندی اینوگرام رو اگه بذارین جلوتون، به راحتی این شخصیت ها رو میتونین در اون طبقه بندی جا بدین. شرایطی که اینا به رفتارهایی از این دست رو میکنن رو خیلی قشنگ نشون. فرمان خسرو شیطنت هایی هم میکنه، گاهی هم مورد خشم پدر قرار میگیره، ولی به هر حال بچه یکی یه دونه و عزیزیه که دیگه کسی از اون جذابتر وجود نداره. حالش خسرو یه دوستی داره به اسم شاپور. شاپور نقاشه که در چین تحصیل کرده و جهان رو گشته، دنیای اون روز رو همه رو گشته و اینها. شب برای خسرو تعریف میکنه از داستانهایی که بوده و یه شبی که دارن بر باهاش داره صحبت میکنه، از یک جایی تعریف میکنه که در کنار دریای دربنده، بسیار خوش آب و هواست و زنی در آنجا فرمان رواست، که این زن خیلی خوبم فرمان روایی میکنه. همه اقلیم آران تا به ارمن، مقرر گشته بر فرمان آن زن. ز مردان بیشتر دارد سترگی، مهین بانوش خوانند از بزرگی. این مهین بانو در ارمنستان شاهه و خیلی هم توان است و یک برادرزاده ای داره که اسمش شیرینه، که در زیبایی رقیب نداره. شب افروزی چه مهتاب جوانی، سیه چشمی چه آب زندگانی. نمک دارد لبش در خنده پیوست، نمک شیرین نباشد بان او هست. و همینطور تعریف میکنه که دیگه از زیبایی های شیرین چندین صفحه میگه، به طوری که خسرو حسابی دلش میره و عاشق شیرین میشه. یکی دو روز صبر میکنه و اینها، میبینه نه خیلی عاشقه. میاد و بالاخره شاپور صدا میکنه و به دو گفت، ای به کار آمد وفادار، به کار آیم کنون که از دست شد کار. چو بنیادی بدین خوبی نهادی، تمامش کن که مردی استادی. تو را باید شدن چون بت پرستان،
به دست آوردن آن بت به دستان. حالا که خودت این رو مطرح کردی و منو هوایی کردی، باید بری اینو به دست. برو اونجا به نظر کردن که در دل داد دارد، سر پیوند مردم زاد دارد. اگر چون موم نقشی میپذیرد، بر او زن مهر ما تا نقش گیرد. برو ببین اصلا میخواد با کسی باشه، میخواد که همسری یا همراهی داشته باشه، در این صورت برای من درستش کن. شاپورم بهش میگه که باشه، نخسبم تا نخسبانم سرت را، نیایم تا نیابم دلبرت را. و راهی ارمنستان میشه. راهی ارمنستان میشه و در راه در یک دیری منزل میگزینه و در اونجا اخبار رو جمع میکنه و متوجه میشه که شیرین با دوستانش اومده در همون اطراف داره برای شکار. این هم یک چیز درست، یک تصویر خسرو رو میکشه، نقاش خیلی توانایی، تصویری از خسرو میکشه و میبره اونجایی که شیرین برای شکار میاد آویزون میکنه. صبح که شیرین میاد بیرون از چادرش برای شکار، چشمش به این عکس میفته. با دیدن عکس کاملاً از خود بی خود میشه و متحیر میشه و به دوستاش میگه این کیه، این چیه، برید بیاریدش. دوستان میبینن این خیلی تحت تاثیر عکس قرار گرفته، میرن و عکس رو قایم میکنن و میگن که این اصلا مال جنا بود و فلان و اینا، و خلاصه بهش نمیدن عکس رو و میگن اصلا جامونو عوض کنیم، اینجا جای خوبی نیست. جاشون رو عوض میکنن و میرن جای دیگه و دوباره شاپور همین کارو میکنه. سه بار شاپور این کارو میکنه تا دفعه سوم خود شیرین میره و عکس رو برمیداره و خیلی هم عصبانی میشه با اطرافیانش که چرا به من همکاری نمی کنی؟ خب من از این خوشم میاد، دلم میخواد بدونم کیه. شماها باید برید بگردید پیدا کنید ببینید که این تصویر کیه و این کار کیه اصلا که یه همچی کاری میکنه. شامورم در لباس راهب ها اومده بود داره مثلا از اونجا رد میشه. تصویر رو نشون شاپور میدن، میگن که این کیه میدونی؟ میگه آره. خلاصه میبرنش پیش شیرین، میبرنش پیش شیرین و شیرین تا میبیندش بپرسیدش که چونی و از کجایی که بینم در تو رنگ آشنایی، احساس آشنایی هم میکنی. جوابش داد مرد کار دیده که هستم نیک و بد بسیار. و خلاصه یکم از خودش تعریف میکنه. چو شیرین یافت آن گستاخ روی، بدو گفتا در این صورت چه گویی؟ حالا که میگه همه چی رو میدونی و اینا، این کیه؟ شاپور بعد میگرده میگه حکایت های این صورت دراز است و از این صورت مرا در پرده راز است. یکا یک هرچه میدانم سراپای، بگویم با تو گر خالی بود عمر بیرون کتا به بگم. و بعد میاده در وصف خسرو داستان ها میگه با دیگه که سکندر موکبی دارا سواری، ز دارا و سکندر یادگاری. به خوبیش آسمان خورشید خانده، زمین از را تخمی از چند جمشید مانده. شهنشه خسرو به پرویز، که امروز شهنشاهی به دو گشته است پیروز. و میگه که این عکس خسروه، ولی تو برای چی داری اینا رو میپرسی؟ منظورت از این سوالا چی چیه؟ اگه مشکلی داری بگو تا من برات حل کنم. چو میخواهی که یابی روی درمان، مکن درد از طبیب خیش پنهان. یه به من بگو. شیرین عصبانی میشه از اینکه این همه گستاخه، ولی بالاخره چون عشق دامنگیر بودش تحمل کرده و اومد نشست پیش شاپور و به گستاخی بر شاپور بنشست. در تنگ شکر را مهر بشکست، که ای که بود به حق کردگارت، که این من کن مرا در زینهارت. و راز دل شماهاش میگه در این صورت بدان سان مهر بستم، که گویی روز و شب صورت بستم. شاپور وقتی میبینه این به این راحتی و به این قشنگی و صداقت داره از عشقش صحبت میکنه،
میبینی که غیر از راستی و درستی هیچ راه دیگه ای وجود نداره. فسونگر در حدیث چارجویی فسونی به ندید از راست. اونم براش تعریف کرد که اتفاقا خسرو هم عاشق توه و جریان از این قراره و منو فرستاده که بهت بگم که چقدر تو رو میخواد و باید بری پیشش. در مدائن الان منتظرت هست، این انگشتر رو هم داده که من بهت بدم که تو وقتی که میری اونجا این رو بشناسی و ببینید هم دیگرون. چیز هم شیرین هم با هم نقشه میکشن و قرار میشه که روز بعد که شیرین به هوای شکار میاد بیرون، از اونجا سوار اسب بشه و فرار کنه بره، که مثلا اسب برش داشته بردتش بره به طرف مدنی و همین کار رو هم میکنه تا یکی دو روز اسب سواری. ببینید چقدر گستاخ شیرین، چقدر نترسه، چقدر تواناست. یه همچین کاری در کوه و بیابان و تنها و اینا، با اسب راهشو میکشه و میاد طرف بیستون. وقتی به نزدیک های بیستون میرسه دیگه خیلی خسته شده بوده، خیلی خب عرق کرده بوده، حالا داره میرسه به چیز، میخواد با ریخت و قیافه خوب وارد بیستون بشه. یه چشمه ای در اونجا میبینه که بسیار زیباست و میره توی اون چشمه آبتنی کنه. عکس و اینا زیاد دیدید از این تصویری که شیرین داره در چشمه آبتنی میکنه. از اون طرف خسرو در مدائن منتظر شیرینه، با دیگه شب و روز نداره و خیلی چیز هست، خیلی دیگه صبرشو از دست داده. ولی در همین موقع خبر دشمنان، خسرو خیلی هم دشمن داره در دربار چون رقیب بهرام چوبینه، دشمنان به اسم خسرو سکه میزنن، سکه ها رو میبرن پیش شاه و نشونش میدن و میگن ببین این به اسم خودش سکه زده، میخواد تو رو از کار برکنار کنه و شاهی رو از تو بگیره. شاه خیلی ناراحت میشه، زبیم سکه و نیروی شمشیر، هراسان شد کهنگرگ از جوانشیر. بزرگ امید خبر میشه که اوضاع از چه قرار، رو به سرعت میاد پیش خسرو که برو هر جوری شده فرار کن، چون اگه بگیرنت میکشنت و خیلی وضع خرابه. خسرو هم میاد و میره به شبستانش و به زنان حرم سرا میگه که یک مهمانی میاد با این مشخصات، اونو باید پیش خودتون نگه دارید و نهایت پذیرایی رو بکنید و هر جوری که شده امکانات راحتی رو برش فراهم کنید تا من گردم. و خودش را میفته و میاد به طرف ارمنستان. میاد به طرف ارمنستان و نزدیک های چشمه که میرسه اتراق میکنن که از پا استراحت بکنن. خودش هم میاد قدم بزنه، میاد همطور که قدم بزنه یه دفعه چشمش میفته توی دریاچه، میبینه واو یک عروسی دید، چون ماهی مهیا که باشد جای آن مه بر ثریا. در آب نیلگون چون گل نشسته، پرندی نیلگون تا ناف بسته. زهر سو شاخ گیسو شانه می کرد، بنفشه بر سر گل دانه می کرد. سمنبر غافل از نظاره شاه، که سنبل بسته بود بر نرگسش را. شیرین موهاش ریخته تو صورتش، داره موهاشو شونه می کنه، در نتیجه نمی بینه که شاه اومده و داره نگاش می کنه. چون موهاشو میزنه کنار، چون ماه اومد برون از ابر مشکین، به شاهنشه در آمد چشم شیرین، چشمشون میفته به هم دیگه. خیلی ناراحت میشه، طبیعتا خودشو میپوشونه و میره توی آب و اینها. و شاه هم وقتی میبینه که این انقدر ناراحت شده و اینا، جوان مردی خوش آمد را ادب کرد، نظرگاه دگر جا میتنم کرد، بشه کرد اون دارم که این راحت بتونه از آب بیاد بیرون. شیرین هم از فرصت استفاده کرد و از آب پرید بیرون و چیزی پوشید و سوار قصب شد و رفت. شاه برگشت دید نه خبری نیست. شیرین میاد و میرسه به شبستان و خب تحویلش میگیرن، خیلی پذیرایی میکنن، ولی خیلی کنجکاون زنای شبستان و میخواد ببینن کیه چیه.
شیرینم خیلی با احتیاط همه جوابها رو موکول میکنه به اینکه وقتی که خسرو اومد خودش براتون توضیح میده و نمیگه. و اونجاست که میفهمه که خسرو رفته و تازه میفهمه که اونیره که دیده بود در کنار چشم خسرو بوده و که اینقدر هم به چشمش آشنا اومده. طرف هم خسرو میاد و میرسه به ارمنستان. میرسه به ارمنستان و مهین بانو به درگاه جهانگیر نکرد از شرط خدمت هیچ تحصیل. مهین بانو تحویلش میگیره و خیلی ازش خوب پذیرایی میکنه. در یکی دو روز که میگذره شاپور خبردار میشه و میاد و برای خسرو تعریف میکنه که من بیمار شدم و نتونستم با شیرین برم و الان فهمیدم که شد اومدی و چیه موضوع. میگه داستان از این قرار رو برو هر جوری شده زودتر شیرین رو بیار و ما باید یه جوری این داستان رو درستش کنیم. اون شب مهین بانو رو دعوت میکنه خسرو که بیاد مثلا شب دور هم دیگه می نشستن. ملک تشریف خاص خویش دادش، ز دیگر وقت ها دل بیش دادش. نشستن و با هم جا می زدن و اینا. بالاخره خسرو حرفو می کشه به شیرین که بانو را برادرزاده ای بود، چو گل خندان چو سرو آزاده ای بود. شنیدم که همه توسن کشیدش، چو عنقا کرد از اینجا ناپدیدش. مرا از خانه پیکی آمد امروز، خبر آورد از آن ماه دلفروز. که گر اینجا یک دو هفته باز مانم، بران از من که جایش باز یابم. فرستم قاصدی تا بازش آرد، به سان مرغ در پروازش. میگه من یه نفر اومد گفت که همچی کسی اومده بود پیداش کردم. حالا چقدر مهین بانو خوشحال میشه و چقدر تشکر میکنه و اینها و میگه ولی وقتی میخوای قاصد بفرستی حتما به من بگو، چون شیرین با شبدیز رفته و اگر کسی میخواد باهاش بیاد، اگه شبدیز رو داشته باشه هنوز خب با شبدیز میاد، این باید با گلگون بیاد وگرنه نمیتونن هم پای هم دیگه بیان. و اگر شبدیز رو نداشته باشه هیچ اسب دیگه ای طاقت سواری های شیرین رو نداره جز گلگون. به این ترتیب شاپور روانه مدائن میشه و میره و سراغ شیرین رو میگیره که بهش میگن که آره رفت یه جایی اینجا ناراحت بود. آه شیرین در شبستان در حرمسرا خیلی ناراحته از این شرایطی که وجود داره، اصلا عادت نداره به یک جایی از این دست و خیلی بهش داره سخت میگذره. برمیگرده بود میگه که برای من یک جای دیگه ای درست کنید، من زاده کوهستانم و باید در جایی باشه که کوه باشه، اینجا خیلی گرمه. زنای حرم هم معمار رو میخوان و ازش میخوان که یه جایی براش درست کنه و یواشکی هم به معمار پول میدن که یه جای خیلی بد آب و هوایی هم درست کن که خیلی هم بهش خوش نگذره. اونم میره و قصر شیرین رو در یک جایی میسازه بالای کوه ولی هوای گرفته ای داره. شیرین هم در اونجا داره زندگی میکنه. شاپور که حالا اومده بود میفهمه که این رفته به قصر شیرین. چو سر در قصر شیرین کرد شاپور، عقوبت باره ای دید از جهان. دید وای چه جای بدیه. خیلی شرمنده شد و داستان شیرین هم داستان حرمسرا رو براش گفت که در اونجا دلم از رشک کرخوناب کردن، بدین عبرتگه هم پرتاب کردن. بعدم شاپور بهش میگه که پشو دیگه تموم شده که فرمان این چنین داده است پرویز. پس آنگه گفت شاپور که برخیز، وزان گلخن بران گلگون نشاندش، به گلزار مراد شام. راه افتادن و اومدن طرف ارمنستان. باز شاه منتظر بود دیگه، داره چیز میشه بود، خیلی دلش در هیجانه. ولی اگرچه آفت عمر انتظار است، چه سر با وصل دارد سهکار است. چه خوش ترزان که بعد از انتظاری، به امیدی رسد امیدوار. خلاصه شاپور داره شیرین رو میاره بود، خسرو هم منتظره که در این زم یک
قاصدی به تعجیب از راه میرسه که در آمد قاصدی از ره به تعجیل ز هندوستان حکایت کرد با پیل که شاه حالش خیلی بده، بد شد، بعد از تو کور شد و بعد هم بد مرده، تخت بدون پادشاه مونده و هزاران کس هستند که میخوان این تخت رو از آن خود کنند و باید هرچه زودتر بزرگامید و پیران منو فرستادن که هرچه زودتر تو رو برگردونم و گفتن که اگر سر در گل است آنجا مشویش و اگر لب بر سخن آنجا مگویش، هرچه سریعتر را بیفت و بیا. چاره ای نیست و خسرو برای به دست آوردن تاج و تخت میپره بر پشت شبدیز و بر پشت اسبش و میاد به طرف مدائن. دلش گرچه به شیرین مبتلا بود، به ترک مملکت گفتن شد که مملکت رو بل کنه، اومد و تخت رو گرفت و به پادشاهی نشست و اینها بود، ولی چه غالب شد هوای دل سدانش، بپرسید از رقیبان داستانش. چیکار کردی؟ خبر دادند که اکنون مدتی هست که از این قصر آن نگارین رخت بربست. نمیدونیم شاپورش کجا بود، چه شاهنشه نفرمودش چرا برد، شاپور اومد و بردش. از اون طرف شاپور با شیرین میرسن به ارمنستان و شیرین رو وارد قصر میکنه. فرود آورد از گلگون رهوار به گلزار مهین بانو دگر بار. آوردش به گلزار مهین بانو. خیلی زن با شعور و آگاهیه، میدونه که شیرین این کارو مخصوصا کرده، اسب نبوده که اینو برده و همه این چیزا رو میدونسته. شکنج شرم در مویش، حدیث رفته بر رویش، چون میدانست که نیرنگ سازی دلیلی روشن است از عشق. سر خون برمه جوشیده میداشت، به گل خورشید را پوشید، دلش میداد تا فرمان پذیر، قوی دل گردد و درمان پذیر، نوازش های بی اندازه کردش، همون رسم نخستین تازه کردش، دوباره همون کردش جانشین خودش رو. از اون طرف اینم رسید به جایی خودش، ولی خسرو که حالا شاه شده خیلی اوضاع دربار بهتر است. بهرام چوبین خیلی طرفدار داره، سردار بسیار بزرگیه، در جنگ های بسیاری پیروز شده، خیلی ها معتقدن که حق اون پادشاهی و شروع کردن برای خسرو زدن و هر کس نام ای پوشیده بنوشت، بر ایشان کرد نقش خوب رازش و گفتن که این کس این کودک جهانداری نگیر، پدر کش پادشاهی را نشاید، برای یک جرعه می همرنگ آذر گرامی تر ز خون صد برادر، ببخشد کشوری بر بانگ رودی، ز ملکی دوستر دارد سرودی، هنوز از عشق بازی گرم داغ است، هنوز از شور شیرین در دماغ است، از این شوخش سرفگن سر بتابی، که چون سر شد سر دیگر نیابی. اینو بعد بذاریم که شاه دید که نه اوضاع خیلی، شهنشه بخت را برگشت، رعیت راز خود برگشت، زبی پشتی چو عاجز گشت پرویز، ز روی تخت شد بر پشت شب، سوار شبدیز شد که شیرین برش گذاشته بود در اونجا، سوار شد و راهی آذربایجان و ارمنستان شد و تاخت به طرف ارمنستان. همینطور که داره میاد در نزدیکی های ارمنستان به شکارگاهی میرسه که در اونجا شیرین هم داره شکار. دو صید افگن به یک جا باز خورد، به صید باز خوردن، به صید یکدیگر پرواز کردن، نظر بر یکدیگر چندان نهادند که آب از چشم یکدیگر گشاد، نه از شیرین جدا میگشت پرویز،
نه از گلگون گذر می کرد شب. خلاصه همدیگر رو پیدا کردن، چو نام هم شنیدند آن دو چالاک، فتادند از سر زین بر سر خاک. طریق دوستی را ساز جستند، ز یکدیگر نشان و خلاصه بعد دیدن دیگه بیشتر از این نمیشه چیز کنن و رفتن طرف دیگران. و شیرین هم که دیگه واقعا شیر، وقتی که میگه شیرین زبانه اصلا چیز عجیبیه شیرین زبانیش. مثلا همینجا میخواد خسرو رو بگه بیا تشریف بیاری تو قصر ما. به خسرو گفت شیرین که خداوند، نه من، چون من هزاران بنده دارم. در این نزدیکی از بخشیده شاه، به ساقی هست ما را برگذر. اگر تشریف شه ما را نوازد، کمر بندد رهی گردن فرازد. تشریف بیارید ما خیلی خوشحال میشیم. ملک گفتا چون مهمان میپذیری، به جان آیم اگر جان میپذیری. از اون طرف هم شیرین ملک بانو مهین بانو رو خبر کرد و مهین بانو هم دیگه تمام امکانات پذیرایی رو فراهم کرد و خلاصه فرود آورد خسرو رو به کاخی که توبا بود از آن فردوس شاهی. خسرو در اونجا مستقر شد، اما مهین بانو خیلی نگران، اوضاع و احوال ناجوره. مهین بانو که پاکی در گوهر داشت، ز حال خسرو و شیرین خبر داشت. به شیرین گفت ای فرزان فرزند، نه بر من، بر همه خوبان خدا. یکی ناز تو و صد ملک شاهی، یکی موی تو و از مه تا به ماهی. چنانم در دل آید کاین جهانگی، به پیوند تو دارد رای و تدبیر. ولیکن گرچه بینی ناشکیبش، نبینم گوشداری بر فریبش. فرو ماند تو را آلوده خیش، هوای دیگری گیرد فراهیش. شنیدم 10,000ش خوب رویم، همه شکر لب و زنجیر میگم. ولی گر دست بر گوهر نیابد، سر از گوهر خریدن بر. چو بیند نیک عهد و نیک نامت، ز من خواهد به آیین تمامت. وگر در عشق با تو دست یابد، تو را هم غافل و هم مست یابد. چو ویس از نیک نامی دور گردی، به زشتی در جهان شد. و بهش میگه که بساگر را که نقض و تر گرفتند، بیافکندند چون بو بر گرفتند. و به همین ترتیب نصیحتش میکنه که این خیلی کسا کار هست که زنای بسیاری رو داره و خیلی آدم عشرت طلبیه به اصطلاح، ولی تو تا وقتی که تو خودت هم خیلی آدم مهمی هستی و نباید گوش بدی و فریبی، و تا وقتی که تو رو با آیین تمام از آن خواستگاری نکرده باهاش نباشی. گر او ماه هست ما نیز آفتابی، گر او کیخسرو است افراسیابی. چه شیرین گوش کرد آن پند چون نوش، نهاد آن پند را چون حلقه در گوش. و قسم خوب که گر خون گریم از عشق جمالش، نخواهم شد مگر جفت همش. چو بانو دید آن سوگند خاری، پدید آمد دلش را اوستواری. رضا دادش که در میدان و در کاخ، نشیند با ملک گستاخ گستاخ. به شرط آنکه تنهایی نجوید، میان جمع بود آنچه. خلاصه روزای خوش شیرین و خسرو از اینجا شروع میشه و صبح میرن چوگان و گردش شده که شکار و بازی های مختلف، و شبها هم بزم دارن و موسیقی و اینها. در اینجاست که خسرو برای اولین بار با یه تیپ جدیدی از زنان روبرو میشه. اون تا به حال زنها رو به این صورت ندیده و میبینه که الحق چه دید الحق بتانی شوخ و دلبند، سرابی پر شکر، شهدی پر از شهدی پر از قند. و از آن غافل که زور و زهره دارند، به میدان
از سواری بهره دارد. ملک زان ماه شیران شکاری شگفتی مانده در چابک سواری. به مردی هر یکی اسفندیاری، به تیر انداختن رستم سواری. به چوگان خود چنان چالاک بودن که گوی از چنبر گردون رو بودن. دارم میگه ای بابا، این زنها یه مدل دیگه ای هستن، شخصیت دارن، توانایی دارن. خلاصه تمام این مدت اینها دارن با این روزگار میگذرونن و شب که میشه و بعضی که تموم میشه، شیرین هم مثل بقیه بلند میشه و خداحافظی میکنه و میره. خسرو به شدت در این فکره که من باید یه شب شیرین رو نگه شد. تمام فکر و ذکرش اینه و به هر وسیله و نقشه ای هم دست میزنه که شاید بتونه شیرین رو پیش خودش نگه داره. یه روزم که یه شیری حمله میکنه به خرگاه اینها، شاه که خیلی مسته با اصلا حالیش نیست، بلند میشه با مشت میزنه تو سر شیر و که البته نظامی در اینجا نمیخواد از خسرو سوپرمن درست بکنه، بلکه میگه که از مستی این کار رو کرد، به همین دلیل زمستی کرد با شیران دلیری، که نام مستی آمد شیر دیری. ولی وقتی که این کار رو کرد، همه اومدن و دست شاه رو بوسیدن، از جمله شیرین اومد و اجازه دست بوسی خواست که شاه بهش گفتش که ملک بر تنگ شکر مهر بشکست، که شکر در دهان باید نه در دست. چرا دست من میخواد بوسید؟ لبش بوسید و گفت این انگبین است، نشان دادش که جای بوسه این است. نخستین پیک بود آن شکر اینجا، که از خسرو به شیرین داد پیکان. اگرچه کرد صد جام دگر، نشد جام نخستینش. دو عاشق چون چنان شربت چشیدند، انان پیوسته از زحمت کشید. چو یک دم جای خالی یافتندی، چو شیر و می به هم بشتافتند. ما چو بوسه می کردن و اینا. ولی شاه هنوز به شدت در فی فرصتی که شیرین رو تنها گیر بیاره. بالاخره یکی از شبها که شانس شاه گفت، همه خیلی زود مست کردن و بلند شدن برن و دونه دونه رفت و شیرین تنها بود و شاه هم از راه شکیبایی گذر کرد، شکار آرزو را تنگ کرد. لبش بوسید و گفت ای من غلامت، بده دانه که مرغ آمد بدان. خلاصه یه زبون بازی های خسرو هم در حدیه که واقعا آدم متحیر میمونه و چقدر هم البته زیباست. یکی ساعت من دلسوز را باش، اگر روزی بودی امروز را باش، حالا یه همین امروز با هم باشیم بالاخره. خلاصه شکرم که شیرینم که با اون شیرین زبانی های خودش جواب میده که فرخ ناید از من چون قباری، که هم تختی کنم با تاج داری. نیم چندان شگرفن در سواری، که آرم پای با شیر شکاری. خلاصه این هم ناز میکنه و این هم ناز میکشه و دیگه نمیدونم حدود 15 صفحه این گفتارهای این هاست و نازهای شیرینه و ناز کشیدنهای خسروه و شیرین. البته شیرینم عاشقه، شیرینم دلش میخواد که با خسرو باشه، ولی شیرین یک محدودیت هایی داره. شیرین خواهان عشق تمام وقت، فقط خواهان وصل نیست، عشق مداوم میخواد و میدونه که با این کار اون عشق رو از بین خواهد برد و در نتیجه بر سر دوراهیه. سرش گر سرکشی را رهنمون بود، تقاضای دلش یارب که چون بود. به صد جان ارزدان رغبت، که جانان نخواهم گوید و خواهد به صد جان. شیرین در یه همچین فرصتی. ولی خسرو دیگه خسته میشه از بس که ناز میکشه. چو خسرو دید کان ماه نیازی، نخواهد کردن او را چاره سازی. به گستاخی در آمد که دلارام،
گواجه چند خواهی زد؟ بیارام. چون می خوردی و می دادی به من بار، چرا باید که من هستم مستم تو هوشیار؟ به هوشیاری مشو با من که مستی، چون من بیدل نیی حتی که هستی. و خلاصه بهش میگه که باید تو باید با من باشی. شیرین شکرلب گفت از این زنهار خاری پشیمان شو، مکن زنهار کاری. مجو آبی که آبم را بریزد، مخواهان کام که از من بر نخیزد. که از این مقصود بی مقصود گردم، تو آتش گشته و من دود گردم، عود گردم. جهان نیمی ز بهر شادکامیست، دگر نیمه ز بهر نیکنامیست. همان بهتر که از خود شرم داریم، بدین شرم از خدا آزرم داریم. زن افکندن نباشد مرد رایی، خود افکن باش اگر مردی. نخست از من قناعت کن جلا، که حلوا هم تو خواهی خورد بسیار مشتا. بعد بهش این چیز میگه بود خسرو این حرفا رو بخشی از ناز و اداها میدونه و باز شروع میکنه به حرف زدن و به شیرین در واقع حمله میکنه. گرفت آن منار پستان را چنان سخت، که دیبا را فرو بندند. بسی کوشید شیرین تا به صد زور، قضای شیر گشت از پهلوی، تونست خودشو بکشه کنار. ملک را گرم دید از بیقراری، مکن گفتا بدین سان گرم کار. و خیلی عصبانی شد و اومد بهش گفت نخست اقبال آنگه کام جستن، نشاید گنج بی آرام جستن. و براش توضیح میده که اصلا تو چرا همش تو فکر اینی، تو چرا فقط وصل میخوای؟ تو الان در این وضعیت که هستی مسئله اصلی تو مملکتته و تختیه که از دست دادی. به در این آوارگی ناید برو من، که سازم با مراد شاه پیوند. تو ملک پادشاهی را به دست دار، که من باشم اگر دولت بود. من هستم، تو برو اول کارو بکن. اگر با تو به یاری سر درارم، من آن یارم که از کارت برارم. من اگر بخوام، من چون دوست تو هم نمی کنم این کارو، اگه من الان با تو باشم تو دیگه اینجا میمونی و تموم میشه و یادت میره پادشاهی. جهان در دست تو ملکی قدیم است، به دست دیگران عیبی عظیم است. برو سلطنت رو به دست بگیر، که دست خسروان در کام، در جستن کام گهی با تیغ باید گاه با جام. تا یک سره داری جام میگیری شاه خیلی عصبانی میشه و بلند میشه و میپره روی چپدیز و قر میکنه و میخواد بره. دل از شیرین قبارنگیز کرده، به عزم روم رفتن تیز کرده. و وقت برمیگرده با شیرین دعواهایی که میکنه. دیدیم آدمای خود محور وقتی که یه کار غلطی هم میکنن، وقتی که میخوان توجیه بکنن کارشون رو، تقصیر رو میندازن گردن طرف، که اصلا تقصیر تو بوده، من که نبودم، من که اینجوری نیستم. این هم دقیقا همون، اصلا این مکالمات خیلی جالبه. برای عشق تو سر برابر، بسا تن را که عشق سر برابر. برای اگر شور تو در سر نبودی، سر شوریده بی افسر بودی. نخستم باده دادی مست کردی، به مستی در مرا پابست کردی. چو گشتم مست میگویی که برخیز، به بدخواهان هوشیار اندر آویز. من اول بس همایون بخت بودم، که هم با تاج و هم با تخت بودم. به گرد عالم آوارم تو کردی، چنین بدروز و بیچارم تو کردی. ولی تا با منت خوش بود یک چند، حدیثت بود با من خوشتر از آن. حالا سه همه تفسیر رو کردن، اصلا تفسیر توی که من شاهی رو از دست دادم. و به این ترتیب با قیز تمام راهش رو میکشه و میره طرف روم. در روم قیصر روم یک
چیز بسم خیلی پذیرایی گرمی ازش میکنه و میگه که اگر ما دو کشور با هم دیگه همساز بشیم خیلی خوب میتونیم جهان رو به دست بیاریم. ما بزرگترین کشورهای جهانیم و دنیا مال ما میشه. بهتره که با هم فامیل باشیم و به عنوان یک فامیل دنیا رو به دست بگیریم. و اون وقتی که دخترش رو به مریم هست بهش میده، سپاهی عظیم هم به خسرو میده که بیاد رو چیز بکنه، به اصطلاح کشور روش رو تاج و تختش رو پس بگیره. خسرو هم میاد و جنگ های سختی در میگیره و بالاخره تاج و تخت رو از بهرام چوبین پس میگیره و به تخت شاهی میشینه و مریم هم زنشه. از اون طرف شیرین خب خیلی داره حالش بده، خیلی ناراحته، خیلی با خودش مشکل داره و ناراحته از اینکه پشیمون از اینکه چرا خسرو رو رد کرده، چون به هر حال عاشق خسرو این هم و عشقش خیلی هم عشق کمی هم نیست، عشقی که حاضر ازش از همه چیزش بگذره. خودش میگه که مرادی را که دل در وی نهادی به دست آوردی و از دست دادی، فرو شد ناگهان پایت به گنجی ز دست افشاندیش بی پای رنجی، بهاری را که در بر وی گشادی ربودی گل به دل خارش نهادی، چراغی که از جهانش برگزیدی تو را دادند و بادش بردمیدی. خلاصه با خودش رو سرزنش میکرده و حالش خیلی بده با اینا، ولی مهین بانو وقتی که خبر میشه میگه که کار درست رو کردی، میاد و دلداری های بسیار بهش میده و میگه که نه تو کار درست کردی، مرادان به که دیر آید فرادند، که هر کس زود خوش شد زود شد، کنون وقت شکیبایی مشتاق که بر بالا به دشواری رفت، چو وقت آید که آب آید فرازیر نماند دولتت در کار هادی. درست میشه. از اون طرف شاپور هم میاد و خیلی به شیرین دلداری. در این موقع است که مهین بانو بیمار میشه. مهین بانو بیمار شده و کلید گنج ها رو به شیرین میسپره و از دنیا میره و شیرین میشه پادشاه عدل. خیلی با عدل و داد حکومت میکنه، سعی میکنه که هیچ کار بدی انجام نده، به انصافش رعیت شاد گشتن، همه زندانیان آزاد گشتن و دیگه عدلی رو به کار میبره و اینها که مرغ و رکوب به یک آهو به یک زعدلش باز با تیهو شده پیش، به یک جا آب خورده گرد با میش. به این ترتیب عدل و داد رو رعایت میکنه. اما فکر و ذکرش میشه خسروه، نمیتونه خودش رو از فکر خسرو خلاص بکنه. در نتیجه خیلی به اصطلاح نگرانه و میترسه که این که با تمام وجودش در خدمت کشور نیست موجب بشه که نوعی بی‌عدالتی ازش سر بزنه و این خیلی براش نگران کنه. در نتیجه و چون عشق خسرو رو نمیتونه کنار بگذاره، پادشاهی رو میسپره به بزرگان ارمنستان و خودش و یه عده‌ای از دوستانش میان به همون قصر شیرینی که براش ساخته بودن در اونجا اتراق. خسرو از آمدن شیرین خبردار میشه و خیلی خوشحال میشه و اینها و ولی خب از مریم خیلی ترسیده. مریم بشه یه دفعه دیگه مشروب میخوره و اینا و به مریم میگه که این شکست خورده و اینجوری شده و فلان و اینا و من خیلی مزاحم اینا بودم و من رفتم منو پناه دادن و حالا حقش ما هم یه دعوتی ازش بکنیم، که مریم خیلی عصبانی میشه و بر زبان آورد سوگند به هوش زیرک و جان خردمند به تاج قیصر و تخت شاهنشاه، که گر شیرین بدین کشور کند را به گردن بر نه هم مشکل رسن را، بر آویزم ز جورت خیشتن خودمو میکشم اگر شیرین بخواد پاشو بزن. اینم از ترس مریم و از ترس پادشاه روم هم هست، البته هیچ کاری نمیتونه بکنه.
شاپور رو میفرسته دنبال شیرین که ببرش در نمیدونم یه جای دیگه قصری که داره که منم بیام اونجا و ببینم. شاپور میاد و به شیرین رو میبینه و میگه که آره حکایت های زیادی بهش میکنه و بعدم بهش میگه بیا تا یک سواره برنشینیم ره مشکوی خسرو برگزیم. طرب میساز با خسرو نهانی سرایت خصم را دولت چدا. شیرین همونجور که انتظار میرفت به شدت عصبانی میشه و این رو یه توهینی به شخصیت خودش میبینه و فریاد میزنه به تندی برزد آغازی به شاپور که از خود شرم دار ای از خدا دور. نه هر گوهر که پیش آید توان سفت، نه هر جان بر زبان آید توان گفت. خلاصه خیلی ناراحت میشه و یادش میاد که چه به سرش اومده و خسرو باهاش چه کار کرده و گله هاشو میگه. نیاید هیچ از انصاف، هیچ از انصاف تو یادم، به بی انصافیت انصاف دادم. برآوردی مرا از شهریاری، کنون خواهی که از جانم براری. خلاصه میگه که تو یه تو چه بلاها به سرم آوردی، کسادی چون کشم گوهر نژادم، نخونده چون روم آخر نبادم. و همینجوری میگه و میگه و گله هاشو میکنه و نمیگه بعد به خودش نفرین میکنه که از تقصیر خودم بود، چه خود بد کردم از کس چون خروشم، خطای خیش از چشم ز چشم بد چه پوشم. یکی را گفتم این جان جهان است، جهان بستد کنون در بند جان است. تقصیر خودم بوده که بهش گفتم دوست دارم. چه کردن رهزن خونخاره با من، جز آتش پاره ای در پاره درباره من. خلاصه چطور رو دلش میاد، چگونه راست آید رهزنی را که ریزد آب روی چون منی را. و همینطور میگه و میگه و میگه مرا بگذار تا گریم بدین روز، تو مادر مرده را شیون میاموز. خیلی از ابیات نظامی بعد تبدیل میشه به ضرب المثل و تو زبان فارسی خیلی داریم، یکیش همینه تو مادر مرده را شیون میاموز. و خلاصه خیلی میگه و دیگه حرفای زیادی میزنه و اینا و عصبانیه و بعد میگه برو به شاپور، میگه برو رو به شاه این چیزا رو بگو، بهش بگو که گر شه گوید او را دوست دارم، بگو که این اشوه ها نیاد بکن. وگر گوید بدان صبح هم نیاز است، بگو بیدار منشی شب دراز است. وگر گوید به شیرین کی رسم باز، بگو با روزه مریم همی ساز. وگر گوید کشم تنگش در آغوش، بگو کین آرزو بادت فرش. وگر گوید کنم لب کنم زان لب شکر ریز، بگو دور از لبت دندان مکن تیز. وگر گوید نهم رخ بر رخ ما، بگو با رخ برابر کی شود شاه. فرو میخواند از این مشتی فسانه، وزان در آن تردید های مادگانه. و میگفت و میگفت و اینا با خلاصه. بعد باز یادش میاد که چقدر این بهش جفا زین پیش کندامم شکستی، چو نام‌آور شدی نامم شکستی، به معزولی به چشمم در نشستی، چو عامل گشتی از من چشم بستی، چو بیار آمدی من بودمت یار، چو در کاری نباشد با منت کار. اون موقع که معزول بودی من همه بهت رسیدم، حالا رفتی با یه کس دیگه. و خلاصه همینطور میگه و شاپور بالاخره با شنیدن این حرفا حق و به شیرین میده و میگه که حالا من چی کار میتونم برای تو بکنم که زندگی در اینجا برات یه کمی آسونتر بشه، اینجا کجای سختیه؟ شیرین بهش میگه که من واقعیت اینه که احتیاج به شیر دارم، غذای من فقط شیره و در اینجا پیدا نمیشه، چون این گله این اطراف نمیتونه بچره، گیاهای خوبی نیست، گله خیلی از ما دوره و تا شیر به من برسه خیلی طول میکشه. اگر میتونستی کاری بکنی که من زودتر دست به شیر پیدا بکنم و اینا، خب خیلی. اینم یه فکری میکنه و فکر میکنه که یادش میاد به دوستی که داشته، هم درسی که در چین داشته، بهش میگه که
که هست اینجا مهندس مردی استاد، جوانی نام او فرزانه فرهاد. به بیش پیشه دست بوسندش همه. به تیشه سنگ خارا را کرد. با استادی چنان کارت براید، بدین چشمه گل از خارد. یه دو همدستی داشتم توی چین که دو شاگرد از یکی استاد بودیم. چهاروایه که بود از پیشه برداشت، قلم بر من فکند، او تیشه برداشت. من قلم زن شدم، اون مهندس شد. بالاخره شاپور میره با میگرده و فرهاد رو پیدا میکنه و میاردش به دربار شیر. شاپور فرهاد میاد در آمد کوه کن مانند کوهی، که از او آمد خلایق را شکوهی. چون یک پیل از ستبری و بلندی، به مقدار دو پیلش زود. اومد و رسید به در مثلا اتاقی که حالا چیز هست توش، شیرین هست. صدای شیرین رو میشنوه، شیرین داره حرف میزنه و میخنده. شیرین بسیار خوش بیانه و این هست همونجا که عاشق این صدا میشه، که اصلا این صدا یه تأثیر غریبی میذاره روی فرهاد. بالاخره وقتی که وارد میشه دیگه اصلا از خود بی خود، چشمش هم که به شیرین میفته واقعا از خود بی خود میشه. شیرین متوجه میشه که این از خود بی خود شده. چو شیرین دید کان آرام رفته، دلی دارد چو مرغ از دام رفته. هم از راه سخن شد چاره سازش، بدان دامه دانه به با دام آورد بازش. پس آنگه گفت ای داننده استاد، چنان خواهم که گردانی من شد. مراد من چنان است ای هنرمند، که بگشایی دل غمگین. گله دور است و ما محتاج شیرین، کنی کاری که شیر آسان بگیریم. شیرین داره بهش میگه که چی میخواد. شیرین حرف میزنه ولی فرهاد اصلا حالیش نیست. من اونقدر مبهوت شیرینه که اصلا نمیفهمه این چی میگه. ز شیرین گفتن گفتار شیرین، شده هوش از سر فرهاد. سخنها را شنیدن میتوانست، ولیکن فهم کردن می ندانست. تنها کاری که تونست بکنه اینه که دستشو گذاشت به چشمشو، گفت چشم، اومد بیرون. حکایت باز جست از زیر دستان، که مستم کور باشن مست، کور دل باشن. ندانم کو چه میگوید، چه میگوید بگویید. ز من کامی که میجوید بجوید. از من پرسیدن چی گفت، چی میخواد، بهش میگن. و اینم از همون لحظه را میفته و میره و اندام کوه رو میشکافه و یک راهی درست میکنه از اون بالا که گله میچریدن، یک راهی با مرمر میسازه. چنان این سنگ ها رو با هم دیگه جفت میکنه که یک مو از لای اینها نمیتونسته رد بشه و این جوی میاد و به یک حوضی که جلوی قصر شیرین هست منتهی میشه. اونجا شیر میگرفتن و این شیر میامده در این حوض میریخته و در اسرع وقت این کار رو میکنه. خبر بردن شیرین را که فرهاد، به ماهی حوز بست و جون بگشاد. شیرین هم میره و میبینه که وای چه کرده و فکر میکنه که این واقعا کار پریان و خدایانه، یه انسان نمیتونه همچی کاری بکنه. بسی بر دست فرهاد آفرین کرد، که رحمت بر چنان کس کیم چنین کرد. بعد دیگه فرهاد رو میاره پیش خودش و ازش کلی تشکر میکنه که استادیت را حق چون گذاریم، که ما خود مزد شاگردان نداریم، نمیتونم حتی مزد شاگردان بدم. مقدار جواهر و فلان اینا داره و گشاد از گوش با صد عذر چون نوش، شفاعت کرد کین بستان و بفروش. چو وقت آید که از این به دست یابیم، ز حق خدمتت سر بند.
فرهاد هم با سپاس فراوان اینا رو میگیره و دوباره میریزه زیر پای خود شیرین و از اونجا راهی میشه. راهی میشه و سر به صحرا میذاره. دیگه دیوانه شیرین. دیگه فقط راه میره و شعر میگه و در وصف شیرین حرف میزنه و هر چند وقتی بار میاد و از اون بالا قصر شیرین رو نگاه میکنه و بعد برای اینکه شیرین رو مثلا در این حال بدنام هم نکرده باشه سعی میکنه که به کسی نگه که چه مشکلی داره و به تلخی رخ به صد تلخی رخ از مردم نهفتی، سخن شیرین جز از شیرین نگفتی، فقط با خودش از شیرین صحبت میکرد. و خب و واقعا عشق شیرین داره در وجودش رو تمام وجودش رو میگیره و به یک شکلی داره در یک جان در دو بدن میشه و از چشم او عشق فقط اینه و تصور میکنه که هر کسی هم که ادعای عاشقی داره باید این چنین باشه. خبر میرسه به گوش خسرو. ببخشید من نمیدونم چقدر وقت دارم. وقت دارم خانم چیز؟ هر چقدر که تو میکشه. بله وقت دارید. بترسم خستتون کرده باشه. نه ابدا، اینقدر جالبه که باشه. مرسی. خب به هر حال مردم حدس میزن، حدس زدن که این عشقی که فرهاد داره اینجور براش خودکشی میکنه این باید شیرین باشه. یکی محرم ز نزدیکان درگاه، فرو گفت این حکایت جمله بر شاه. خبر به شاه که فرهاد اینجوری عاشق شده و داره خودشو برای شیرین میکنه. خب شاه هم خوشحال شد هم ناراحت. خوشحال شد چون خب دید که شیرینی که این عاشقشه چقدر هواخواه داره. میگن یک گوهر وقتی که دو خریدار داره ارزشش بیشتر میشه، ولی خب قیمتش هم اجازه نمیداد که کاری بکنه، یعنی اجازه بده که این همچنان عاشق شیرین باشه و نمیدونست که باید چی کار کنه. سردرگمه و از نزدیکانش میخواد که با یه چند تا از محرم ها صحبت میکنه و که من باید با این چی کار کنم، که با این مرد سودایی چه سازی، بدین مهره چگونه حق بازی، گرش مانم به دو کارم تباه است، وگر خونش بریزم بیگناه است. خردمندان چنین دادند پاسخ که ای دولت به دیدارت فرم، گر این آشفته را تدبیر سازیم نزاتش پس زرش زنجیر سازیم. باید با طلا بودش بزنیم که سودا را مفرح زر، زر مفرح خود به زر گرد. نخستش خواند باید با صد امید، ز سر افشانی بر او کرد چون چه خوشی. خلاصه باید بخوایمش و بهش طلا بدیم و یک عالم پول و اینا تا از این برنامه دست برداره و با قولهای خیلی نصیحتش هم بکنیم. از این شاه هم دستور میده که فرهاد رو بیارم. چه شه بنشید بشنی قول انجمن را، طلب فرمود کردن کوه کم را. در آوردندش از در چون یکی کن، فتاده از پسش خلقی بند. یک عده زیادی هم این مدت هواخواه پیدا کرده فرهاد که دنبالش هستن و اشعارش رو میشونه. نه در خسرو نگه کرد و نه در چو شیران پنجه کردن در زمین سر، اصلا نگاهی نمی کرد. غم شیرین چنان از خود رو بودش که پروای خود و خسرو نمیدش. ملک فرمود تا بنواختش، به هر گامی نثاری ساختش. سپاه آن پیل بالا را نشاندند، به پایش پیل بالا زرش یک عالم طلا تا به اندازه قدش. ولی اصلا فرهاد نگاه هم حتی نمی بعد خسرو میبینه که این چقدر بیتوجهه و اصلا براش اهمیت نداره و اینا رو بر نخواهد داشت. خیلی ناراحت میشه، میخواد حالا کوچیکش کنه، مسخرش کنه.
صداش میکنه و حالا شاه در مقام شاهی داره با یه رعیتی مثلا صحبت میکنه که نخستین بار گفتش از کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنا. حالا شاه با بسخری بگفت آنجا به صنعت در چه خوشند؟ کارش چیه؟ بگفت اندو خرند جان فروشند. بگفت جان فروشی در ادب نیست. بگفت از عشق بازان این عجب نیست. شو متحیر میشه این چی داری میگه از عشق و اینا. بگفت از دل شدی عاشق به انسان؟ بگفت از دل تو میگویی من از جان. شاه خیلی کنجکاو میشه. بگفت عشق شیرین بر تو چون است؟ بگفت از جان شیرینم خوشم است. بگفت هر شبش بینی شما تو؟ بگفت آری چه خواب آید کجا خواب. بگفت دل ز مهرش کی کنی پاک؟ بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. بگفت گر خرامی در سرایش؟ بگفت اندازم این سر زیر پایش. بگفت گر کند چشم تو را ریش؟ بگفت این چشم دیگر دارمش پیش. چقدر متفاوت دیدگاهشون. بگفت اگر نیابی سوی او را؟ بگفت از دور شاید دیدن ما. بگفت تا دوری از مه نیست در خواه؟ بگفت آشفته از مه دور بهتر. من دیوونه هستم اما بهتر که از ماه دور باشم چون افسانه ای که میگن ماه شب چارده بیماری ها را روانی رو بیشتر میگن. اگر بخواهد هر چه داری؟ بگفت این از خدا بذاری. من همین نمیخوام چون خسرو هیچی حاضر نیست برای شیرین بکنه، هیچ کاری نمیکنه و همش به شیرین میگه تو زیاده خواهی، تو همه چی رو میخوام. بگفت اگر به سر یابیش خوشون. بگفت از گردن این وام افکنم زو. بگفت دوستیش از سب بگذار. بگفت از دوستان ناید که. بگفت آسوده شو که این کار خام است. بگفت آسودگی بر من حرام است. بگفت رو صبوری کن در این درد. بگفت از جان صبوری کی دارد. بگفت از عشق کارت سخت زار است. بگفت از عاشقی خوشتر چه کار است. بگفت جان مده بس دل که باش. بگفتا دشمن اندین هم و خلاصه همینجور این صحبت ادامه داره. چه عاجز گشت خسرو در جوابش، نیامد بیش پرسیدن سوابش. به یاران گفت کس خاکی یابی، ندیدم کس بدین حاضر جواب. و خلاصه ببینه نه به زور نه به تهدید نه به صحبت با هیچ راهی نمیتونه این رو از شیرین بزن. میگه چی کار کنیم؟ میگن که باید به یه کار غیر ممکنی وادارش بکنیم که اون نتونه اون کار رو انجام بده و به این ترتیب از شیرین دور بیفته. شام تصمیم میگیره که این کار به فرهاد میگه که ما رو هست کوهی در گذرگاه که مشکل میتوان کردن بدیم. من میخوام که از این کوه یه راهی برام بکشی. راه هم میخوام سر بزنم به کشورهای شمالی، به آذربایجان و اینها. سخته. به حق حرمت شیرین دلبند که از این بهتر ندانم خود سوگند. به خاطر همون شیرین که اینقدر عاشق شیرین. برو این راه رو برای من بکن.
برای من راه بساز. جوابش داد مرد آهنچر که بردارم زراح خسرو سر، به شرط آنکه خدمت کرده باشم، چنین شرطی به جای آورده باشم، دل خسرو رضای من بجوید به ترک شکر شیری. باش من این کارو میکنم به شرطی که تو هم دیگه دنبال شیری. چنان در خشم شد خسرو ز فرهاد که حلقش خواست آزردن. دگر ره گفت از این شرطم چه باک است، که سنگ است آنچه فرمودم نه خاک است. خیلی عصبانی میشه ولی میگه این که نمیتونه این کار رو انجام بده. باشه من قول میدم. بگر میگفت کاری شرط کردم، بگر زین شرط برگردم نمردم. اینم قبول کرد که این کار فرهاد رفت و نشانی کوه رو پرسید و کوه بیستونه و رفت سراغ کوه و شروع کرد به تیشه زدن بر اون کوهی که هیچ تیشهی بهش کارگر نبود، ولی این باز قدرتی که داره این رو از هم میخواد بشکافه این کوه رو و بر روی کوه اول تصویری از شیرین میکشه، تصویری از شبدیز و خسرو هم حکاکی میکنه روی کوه و همطور که با شیرین حرف میزنه و زار میزنه و از عشقش میگه و شعر میگه شروع به کوه کندن میکنه، ولی کوه خیلی سخته، کار پیش نمیره، ولی این داره با شیرین یکی میشه و خیلی آرزو داره که شاید شیرین یه وقتی بیاد به دیدنش. چو کس جز تو ندارم یار و غمخوار، مرا بی یار و بی غمخوار نگذار. همونطور با شیرین حرف میزنه در تمام مدت. بعدش میگه که چو تو هستی نگویم کیستم من، دهان توست در ده چیستم من. نشاید گفت من هستم تو هستی، که آنگه لازم آید خودپرستی. فرهاد از این چیزا گذشته. به گرد عالم از فرهاد رنجور حدیث کوه کندن شد. خلاصه همه فهمیدن و داستان کوه کندن فرهاد بر همه جا پیچید و خیلی سر و صدا کرد. دیگه مردم می آمدن به تماشا و خبر به گوش شیرین هم البته رسید و داشتن برای شیرین تعریف میکردن و شیرین شیطون هم هست خیلی، یه دفعه گفت میخوام برم دیدن یه فرهاد. سوار اسب شد، اون روز گلگون نبود، با یه اسب دیگه ای سوار میشه و میره برای دیدن یه فرهاد. که خب فرهاد چه حالی میشه وقتی که شیرین رو میبینه و دیگه چه میکنه و شیرین یک پیمانه هم شیر برده و میده به فرهاد و این شیر روش فرهاد می نوشه و دیگه چقدر جون می گیره و چقدر خوشحال میشه و در موقع بازگشت پای اسب می لغزه، شیرین داره از اسب می افته که فرهاد میاد شیرین رو با اسبش از جا بلند می کنه و می بره، که این تصویر رو خیلی همه دیدیم، می بره می ذاره در قصر و از اون به بعد آنچنان روحیه‌ای پیدا میکنه و آنچنان انگیزه‌ای پیدا میکنه که با هر تیشه‌ای که میزده یک کوهی رو جا به جا میکرده. خبر به گوش خسرو که شیرین رفته دیدنی فرهاد و فرهاد قدرتش چند برابر شده. در آمد زور دستش را شکوهی، به هر زخمی زپای افتاد کوهی. از آن ساعت نشاطی در گرفته است که سنگ آیین سختی برگرفته است. بدان آهن که او سنگ آزمون کرد، تواند بیستون را بیستون کرد. اگر ماند بدین قوت یکی ماه، ز پشت کوه بیرون آورد را. اگه یه ماه دیگه با این انگیزه این کار بکنه راه ساخته شد. باید یه چاره میگنش. خسرو گفت خب چه کار باید بکنیم؟ چه کنم؟ میگن که باید انگیزه ازش گرفت.
باید کاری کنیم که این دیگه این ذوق و شوق رو از دست. چی کار کنیم؟ یک آدمی رو اجیر میکنن و حالا چه آموزشش میدن و فلان و این آب میفرسن و پیش فرهاد که بگه که شیرین مرده. سوی فرهاد رفتم سنگ دل، زبان بگشاد و خود را کرد دلتنگ. که ای نادان غافل، در چه کاری؟ چرا عمری به غفلت میگذاری؟ بگفتا بر نشاط نام یاری کنم زیرسان که بینی دست کاری. فرهاد جوابش: چو مرد توش روی تلخ گفتار، دم شیرین ز شیرین دید در کار، برآورد از سر حسرت یکی باد، که شیرین مرد و آگه نیست فرهاد. دریغا آنچنان سرو شغبناک، که باد مرگ چون افتاد بر خاک. این رو میگه که خلاصه اینجوری خبر میدن فرهاد که شیرین. چه افتاد این سخن در گوش فرهاد، ز تاق کوه چون کوهی در افتاد. این تبرش رو پرت میکنه و فریاد میزنه: فرو مرده چراغ عالم افروز، چرا روزم نگردد شب بدین روز؟ چراغم مرد، بادم سرد از آن است، مهم رفت، آفتابم زرد از آن است. به شیرین در عدم خواهم رسیدن، به یک تک تا عدم خواهم دویدن. صلای عشق شیرین در جهان داد، زمین بر یاد او بوسید و جان. بدین ترتیب خب فرهاد بود. خبر دادن به شیرین که فرهاد. شیرین فرهاد دوست خیلی نزدیکشه. فرهاد و شاپور تنها دوستای شیرینن، خیلی هم دوستشون داره. حالا عاشق خسروه، ولی آدمای دیگر هم آدم میتونه دوست داشته باشه. دل شیرین به درد آمد ز داغش، که مرغی نازنین گم شد ز باغش. بر آن آزاد سر به جویباری، بسی بگریست چون ابر بهاری. به رسم مهترانش حله بربست، به خاکش داد و آمد باد دست. ز خاکش گنبدی عالی برافراخت، و از آن گنبد زیارت خانه. و خلاصه خیلی خوب به خاکش سپرد، خیلی آبر اومد. شاه اینا رو همه رو شنید و خب خیلی هم البته از خودشم ناراحت بود، بالاخره کار بدی کرده بود و یه آدم بیگناه رو باعث شده بود که بمیره، ولی حسودی هم میکنه دیگه، شاه دیگه میخواد همه چی مال خودش باشه، اینجوری عادت کردش، این شخصیتشه. شروع کرد و دبیر رو خواست و یه نامه ای برای شیرین بنویسه که یه کمی مثلا حالا با تمسخر با هر چیزی که فکر کنه. که شاه نیکوان شیرین دلبند، که خوانندش خداوندان خداوند شکرخند. شنیدم که از پی یاری هوسناک، به ماتم نوبتی زد بر سر. دوتا کرد از غمش سر به روان، به نیلوفر بدر کرد عربدان. جهان را سوخت از فریاد کردن، به زاری دوستان را یاد کردن. چنین آید زیاران شرط یاری، همین باشد نشان دوستداری. همینه داره دیگه، معلومه دوستش داشتی. حساب از کار او دور است ما را، دل از بحر تو رنجید. چو دانم سخت رنجیدی ز مرگش، که مردو هم نمیگویی به ترکش. مردو تو هنوز نگرانی؟ چو بایستن چرا بایستن اول کشتن از درد؟ چو کشتی چند خواهی اندوهش خرد؟ غمش میخور که خونش هم تو خورد، عزیزش کن که خارش هم تو کرد. اگر 100 سال بر خاکش نشینی، از او خاکی تری هرگز. چو خاک از
ار صد جگرداری به دستی نیابی مثل او شیرین هست. ولیکن چون ندارد گرد سودی چه باید بیچباب انگیخت دودی؟ به خود بس چی گرد میکنی؟ فایده ای دیگه ندارد. این چقدر بجنسه و چجوری این رو آزار میده. شیرین که نامه را میرسه به دستش، خب اول خیلی خوشحال میشه. نامه بالاخره برای اولین بار خسرو نامه فرستاده. نامه رو میبوسه و برقرار میذاره با فلانه یا با. بعد که بازش میکنه اینا رو میشنبه میخونه، خب حالش خیلی خراب میشه و دیگه نمیدونه که واقعا چه جوری باید جواب بده. نه صبر آن که آن شربت بنوشد، نه جای آن که از تندی بجوشد. به سختی و به رنج آن رنج و سختی، فرو خورد از سر بیدار. از اون طرف اتفاقا مریم میمیره. مریم زن ملکه، زن شاه، فوت میکنه و خب خسرو حالا ناراحت میشه یا خوشحال میشه. شاه مدتی به ظاهر عزاداری میکنه ولی واقعیت اینه که آزاد شده و انگار که خدا هم مرد بوده و بهش چیز میده، بهش هدیه میده. ولی از بحر جاه و احترامش، زمات هم داشت آینی تمامش. نرفت از حرمتش بر تختش ماهی، نپوشید از سلب ها جز سیاهی. و بعد از یک ماه که بالاخره چیز شد و رفت به تختش، از تو شیرین اینجا بود که تصمیم گرفت حالا وقتشه که جواب بده، باید جواب شاه رو بده. اونم یه نامه ای برداشت نوشت به این صورت: به نام پادشاه پادشاه، گناه آمرز مشتی عذر خواه. ز مرغ و مور در دریا و در کوه، نماند جاودان کس را در اندوه. خلاصه شروع میکنه با مسخره کردن اینها. چه خوش گفتا لهاوردی به توسی، که مرگ خر بود سگ را عروسی. چه روزی بخش روزی بخش ما را روزی بخش ما روزی چنین کرد، گهی روزی دوا باشد گهی درد. و همینطور گفت و بهش گفتش که عروس شاه اگر در زیر خاک است، عروسان دگر دارم چه خاک است. فلک زان داد بر رفتن دلیریش، که بود آگه ز شاه و زود سیریش. از او به گرچه شه را همدمی نیست، شهنشه زود سیر آمد غمی نیست. نظر بر گلستانی دیگر آمد، و از او به دلستانی در. مرنج شاه نازک دل بدین رنج، که گنج است آن سر در خاک به گنج. همطور که میگه و به می بنشین ز مژگان می چریزی، غمت خیزد گر از غم برنخیزی. به نالیدن مکن بر مرده بیداد، که مرده صابری خواهد نه فریاد. اگر سروی شد از بستان عالم، تو باقی مان که هستی جان عالم. مخوردم تا توانی باده بخور، مبادا که سرت ما با با مخوردم تا توانی باده خورشاد، مبادا که سرت مویی برد با. بوتی گر کس شد کس را بماند، قبل مریم مخور عیسی بماند. و همینطور میگه. نامه که به دست خسرو میرسه میفهمی که داره جواب چی رو میگیره. به خود گفتا جواب استی نه جنگ است، کلوخ انداز را پاداش سنگ است. اینم یکی دیگه از ضرب المثل‌های زبان فارسی شد. خلاصه بعد از این دوباره خسرو شروع میکنه با پیغام و پسغام و چرب زبانی و دیگه فلان برای شیرین، که شیرین بیاد. و شیرین هم ولی انتظار بیشتری داره دیگه، الان مشکلی در میان نیست، انتظار داره که بفرسته و خواستگاری ازش بکنه و آیین تمامش ببره. به خسرو بیش از این بودش، بیش از آنش بود پندار، کزان نیکوترش باشد طلبکار. فرستد مهد و در کابینش آرد
به مهد خود عروسایی نشارد. ولی خسرو نمی کنه از این کارا و همینطور پیغام و پسغام و حدود 30 صفحه این داستان ها ادامه داره و تا اینکه خب خیلی بهش بلباز دوباره بر میخوره و دوباره قر میکنه و اصلا میگه اصلا نخواستم این عشق خسرو که عشق آنچنانیه واقعی نیست، میگه اصلا نخواستم، میرم یکی دیگه پیدا میکنم، از شیرین بهتر پیدا میکنم تا چشمش در بیاد. و میپرسه که کجا مثلا زنای خوشگل و فلان اینا هستن. یکی از جمع دوستاش بهش میگه یه زنی هست به اسم شکر در اصفهان. شاه هم بلند میشه و با یه عده بلند میشه، دوستاشو میرن خانه شکر که معلوم میشه یک طرف خانه ای هست، یک جایی هست که زنان چیز هستن. خلاصه میره اونجا و شرابی میخوره و دیگه شکرم که واقعا چه چیزهایی بلده، اون دیگه نهایت دلبری و اینها رو بلده و میدونه. و شب هم که میشه خلاصه یکی از کنیزانش باش با شاه میخوابه و بالاخره شاه آل داستان هایی داره با این شکر هم، ولی بالاخره میفهمه که خود شکر مثلا بدکاره نیست، شکر رو با خودش میاره به تیسفون، میاره به تیسفون و حالا با شکر خوشه. ولی از اون طرف یک ضربه گنده دیگه خورده شیرین. شیرین دیگه وقتی جریان شکر میشنوه دیگه واقعا داره داغون میشه و خیلی داره بهش سر میزنه. شبا به خصوص تنهایی و بی کسی خیلی بهش فشار میاد. زبان بکشاد و میگفت ای زمانه، شب است این یا بلای جاودانه؟ چه جای شب سیه ماریست گویی، چو زنگی آدمی خاریست گویی. شبا بی پایان به نظر میرسم، چه افتاد ای سپهر لاجوردی؟ که امشب چون دگر شبها نگردی. و خلاصه یکی از این شبها که حالش خیلی بده و داره با خدای خودش راز و نیاز میکنه، دیگه با گریه و زاری و در نهایت خلوص نیت با خدا صحبت میکنه، میگه خداوندم شبم را روز گردم، چه روزم بر جهان پیروز گردم. شبی دارم سیاه از صبح نومید، در این شب روز سپیدم کن چو خورشید. تو ای یاری رس فریاد هر کس، به فریاد من فریاد خوان. شروع میکنه خدا رو قسم دادن به آب دیده ی طفلان، به سوز سینه ی پیران، به بالین غریبان بر سر را، به تسلیم اسیران در بن چاه، به داور داور فریاد خواهان، به یارب یارب صاحب گناهان، بدان حجت که دل را بنده داری، بدان آیت که جان را زنده داری، به دامن پاکی دل دین پرورانت، به صاحب سری پیغمبرانت، به محتاجان در بر خلق بستی، به مجروحان خون بر خون نشسته. همینطور میگه به دور افتادگان از خانمان ها، به واپس ماندگان از کاروان ها. و همینطور میگه ز من ناید به واجب هیچ کاری، گر از من ناید از تو آید باری. به انعام خودم دلخوش کنه با، که انعام تو بر من هست بسیار. چه خواهش کرد دیگه خیلی تقاضای چیز میکنه و فراخی، چه خواهش کرد بسیار از دل پاک، چه آب چشم خورد غلطید بر خاک. و فراخی دادش ایزد در دل تنگ، کلیدش را برآورد آهن از سنگ. و به این ترتیب راز و نیاز میکردی شد.
خسرو که حالا با شکره ولی دیگه از شکرم دلش سیر شده و اصلا دیگه براش ارزش نداره و همش به خودش میگه که یعنی چی که من هم شکر چیزه ولی خوشحال نیستم. و در اینجاست که میفهمه که یعنی نیست که یه چیزی فرق داره بین شکر و شیرین، یک تفاوتی هست. احساسی که نسبت به شیرین داره با احساسی که نسبت به شکر داشته متفاوته. روز بعد به عزم شکار راه میفته و میاد طرف قصر شیرین شاه. دستور میده در نزدیکی های اونجا خیمه میزنن و شب مطابق معمول میگساری میکنه و چیز میشه و بعد برون شد مست و بر شب دیز بنشست. سوی قصر نگارین راند سر مست. خبر کردند شیران را رقیبان، شیرین را رقیبان، که اینک خسرو آمد با نقیبی نقیبان. دل پاکش ز نام و ننگ ترسید، و زان پرواز بی هنگام ترسید. حصار خویش را در داد بستن، رقیبی چند را بر در نشستن. به دست هر یک از بهر نثارش، به خوان زر که بی حد بود شمارش. دستور داد که اونجا را با فرش های زیبا فرش کردن و چیز کردن و ولی در قصر رو بست. خلاصه شاه اومد و حالا با چه سر و وضعی، سر و وضع شاه رو توصیف میکنه، خیلی بامزه است. مرصع پیکری در نیمه دوش، عبای مرصعش افتاده نیمه دوشش، کلاه خسروی بر گوشه گوش، روخی چون سرخ گل نو بردمیده، خطی چون قالیه گردش کشیده. خلاصه گلش زیر عرق قواس گشته، تزربش زیر گل رقاص گشته. با این حال و هوا و مست و چیز میاد و خودش رو میرسونه به در خانه شیرین. شیرین از خوشحالی مدهوش پشت در، ولی نمیدونه چی کار میکنه. چو شیرین دید خسرو را چنان مست، ز پای افتاد و شد یک بار. ز بیهوشی زمانی بی خبر ماند، به هوش آمد به کار خویش در. خلاصه شاه هم اومد و رسید جلوی در و دید ای بابا در بسته است. دری دید آهنین در سنگ بسته، ز حیرت ماند بر در دل شکسته. نه روی آن که از در باز گردد، نرای آن که قفلت باز کرد. یکی از نزدیکانش رو صدا میکنه و میگه برو بگو که در اون شو گول نشاهنشه، غلامی فرستاده است نزدیکت پیامی، که مهمانی به خدمت میگراید. چه فرمانی؟ در آید یا نیاید؟ درم بخشا که آخر پادشاهم، به پای خویشتن عذر تو خواهم. همطور میگه و شیرینم از پشت در میشنوه و چیز میکنه و خلاصه شیرینم برمیگرده بهش میگه اگر مهمان مایی ناز من ماست. به هر جا کت فرو دارم، هر جایی که بهت میگم برو. اون چادر بلندی که براش زده و خیمه و خرگاهی زده و تمام و فرش کرده و تخت گذاشته و اسباب چیز رو درست کرده و اینا، میگه اونجا تشریف ببرید، من آیم خود به خدمت بر سر کار. زمین بوسم به نیروی تو گستا، بگویم آنچه ما را گفت باید، چو گفتیم آن کنیم آنگه که شاید. شاه رو به سراپرده میبرن، شیرین با گلناری پرندی، آرایش و جواهرات زیبا به نزد شاه میان. مروارید ها بر سر شاه میریزه و شاه هم با دیدن اون از خودش بی خود میشه. ز عشق او که یاری بود چالاک، ز کرسی خواست افتادن سوی خاک. شاه وقتی دیدش نزدیک بود بیفته بر خاک. به من در ساختی چون شهد باشی، ز خدمت ها نکردی هیچ تقصیر، هیچ کاری چیز نکردی، ولی در بستنت بر من چرا بود؟ خطا دیدم نگارا، یا خطا بود؟ چرا در من بسته بودی؟ و زمینوارم رها کردی که پس ببستی؟ تو رفتی چون فلک بالا نشستی، چون این از بالا داشت شاهانی.
نگویم بر تو هم بالایه ای هست که در جنس سخن رعنایه ای هست. نه مهمان تو هم بر روی مهمان چرا در بایدت بستن بدید سا؟ خلاصه گله می کنی. شیرینم با اون شیرین زبانی و سخندانی که داره میگه مزن تعمه که بر بالا زدی جا تخت کنیزان تو را بالا بود. علم گشتم به تو در مهربان، علم بالای سر بهتر، تو دانی پرچم رو میگیرن بالا، من پرچم عشق تو هم. منم گردم که از راه تو آید، اگر گرد تو بالا رفت شاید، شاید من گردی هستم که از اسب تو بلند میشه، گرد بالا میره، شایسته است که گرد بره بالای سر آدم. جهانداران که ترکان عام دارن، به خدمت هندویی بر بام دارن، یه هندویی هم بام دارن که نشسته. من آن ترک سیاه چشمم به این بام، که هندوی سبیدم شد مرام. و بالاخره بهش میگه که حدیث آن که در بستم رفت، که سرمست آمدن پیشم خطا، چون من خلوت نشین باشم تو مخمور، ز تهمت رای مردم کی بود دور. همه چی فکر میکنن و بالاخره حالا بحثا شروع میشه و بالاخره بهش میگه که تو باید یه تنی چند از ریش سپیدان و بزرگان رو بفرستی دنبال من و من رو با آینه تمام به نزد خودت بخوای، نه اینکه بیای در خونم اونجوری که رفتی پیش شکر. تو را باید که پیری چند هوشیار گزین کردن فرستادن بدین کار، مرا بردن به مهد بردن به مهد خسروآیین، شبستان را به من کردن نوآیین، چون من شیرین سواری زینی ارزد، عروسی چون شکر کابینی ارزد. تو میخواهی مگر از راه دستان به نقلانم خوری چون نقل مستان. خلاصه دیگه اونو دیگه اینقدر اینا سوال مکن پرده دری در مهد شاهان، تو را آن بس که کردی در سپاهان، باره که تو سپاهان کرد. تو با شکر توانی کرد این شو، نه با شیرین که بر شکر کند زو. دوباره دعوه ها، دوباره هم حرف ها، دوباره گله ها و بالاخره آخرش شیرین میگه که بیکاوین اگرچه پادشاهی، ز من بر نایدت کام. بدین تندی ز خسرو روی برتافت، ز دست افگند گنجی را که در. خسرو هم خشمگین و ناراحت و عصبانی بلند شد و رفت و را افتاد و رفت سوی خرگاه. ولی شیرین حالش خرابه، دوباره خسرو را از دست داده و نمیدونه باید چه کنه. خسرو که میاد به خرگاه میرسه دیگه اونم خیلی عصبیه و شاپور رو صدا میکنه و بهش میگه که دیدی تا چه رفت امروز با من؟ چه کرد آن شوخ عالم سوز با من؟ چه بی شرمی نمود آن ناخدا ترس؟ چو زن گفتی کجا شرم و کجا ترس؟ چه خواهش کار نکردم دوش با او، نپذرفت و جدا شد گوش با او. سخنهای خوش از هر رسم و راهی، بگفتم سالی و نشنید ماهی. خلاص من همه حقه ها رو زدم ولی فایده نداشت. اگرچه وصل شیرین بی نمک نیست، و زو شیرین تری زیر فلک نیست. مرا پیوند او خاری نگرزد، نمک خوردن جگر خاری. من نمیتونم خودم رو خار کنم و به گفته اون عمل کنم، به خواست اون عمل کنم و میرم دنبال یک کس دیگه. شاپور شروع میکنه دلداریش دادن، آرومش میکنه که مرنج از گرمی شیرین رنجور، که شیرینی به گرمی هست مشهور. حالا زه میگه اینجوری و ستیز عاشقان چون برق باشد، میان ناز و وحشت فرق باشد. حالا زه اینا رو میگه که حالا درست میشه، بیا امشب استراحت کن، بخواب، یه ذره آروم بگیر تا من درستش کنم. از اون طرف شیرین که حالش خیلی خرابه، میبینه نمیتونه، اونم سوار اسبش میشه و را میفته شبونه میاد طرف خرگاه خسرو.
بیاد و در این قرارگاه خسرو همه مستند و همه خوابند و همه بیهوشند. شاپور بیداره که داره شاهو به اصطلاح تر و خشک میکنه. چشمش میفته به یه گردگاه یا میاد و میبینه که شیرینه و با اسب اومده. بهش میگه که بدو گفته ای پری پیکر چه مردی؟ پری گر نیستی اینجا چه کردی؟ چه جوری آمدی؟ که شیر اینجا رسد بیزور گردد، وگر مار آید اینجا مور گردد. تو چطوری این را رو اومدی تو شم؟ شیرین بهش میگه که من دوتا خواهش ازش دارم و اومدم که این دوتا رو برام انجام بده. دو حاجت دارم و در بند برابرزان که حاجت مند. یکی شهر چون طرب را گوش گیرد، جهان آواز نوشانوش گیرد، مرا در گوشه ای تنها نشانی، نگویی راز من با شهنامی. بدان تا لهو و نازش را نگو جمال جان نوازش را. دوم حاجت که گر بینه که گر یابد به من را، به کاوین سوی من بیند شهنشاه. یه کاری بکن که منو هم بتونم با دل سیر ببینمش، اونم ندونه که من هستم چون دلتنگشم خیلی، ولی اون نفهمه. و بعدم اگه میخواد منو میخواد باید بیاد منو به عقد خودش در بیاره. شاپور سوگند میخوره که باشه این کارا میکنم و بساط رو جور میکنه برای شب بعد و تفر رو آماده میکنه. بار بود و نکیسا رو میخواد و اون شب یک بزمی راه میندازه که شاه و بار بود یک طرف نشسته، نکیسا یک طرف نشسته، نزدیک شیرینه. اون از طرف شاه حرف میزنه، این از طرف شیرین حرف میزنه که واقعا گفتارها بسیار زیباست. خلاصه این عشق هی چیز میشه و اظهار عشق ها آنچنان میشه که تازه خسرو میفهمه که چجوری عاشق شیرینه و از روار بود میخواد که براش این شعر رو بخونه که مرا گر نیست دیدار تو روزی، تو باقی باش در عالم فروزی. از خودش داره بیرون. اگر من جان دهم در مهربانی، تو را باشد که باید زندگانی. اگر من بر نخوردم از نکویی، تو برخوردار باش از خوبی. خلاصه تو دائم من که صحبت جاودان نیست، من ارمانم وگر نه باک از آن نیست. عشق خسرو رو به تکامل و این بار خسروه که معشوق رو بر خودش مقدم میده و نکیسا هم داره همین حرفها رو از دهان شیرین میزنه. خلاصه کار به جایی میرسه که شیرین دیگه طاقت رو از دست میده، فریاد زنان از اون گوشه میاد بیرون و شاه شیرین و خسرو به هم همدیگر در آغوش میگیرند و میبوسند و شاه باز تا میاد که شیرینو ببوسه، شیرین در خودشو میکشه کنار. شاه متعجب میشه که چرا باز اینجوری میکنید. شاپور تو گوشش میگه که این از بدنامی میترسه، باید راه درست رو انتخاب بکنید. شاه قسم میخوره که بدون کاوین با شیرین نباشه. بعد از اون چیز میکنن و مدتی رو با هم هستن و روزها به گردش میرن و شبها به بعض میشنن و بدین سان هفته ایدم ساز بودن، یعنی با عذر و گه با ناز بودن. و خلاصه بدین رون شاه بعد از یک هفته به شیرین میگه که برگرده به قصرش و خودشم برمیگرده به مدائن و یک کاروانی درست میکنه با هدایای بی حد و حصر و جواهرات و پارچه ها و فلان اینا و بزرگان و سرورانی که اونها رو همراه میکنه تا همه میان و بدین رونق بدین آیین بدین نور، چنین آرایشی زو چشم بد دور. یکا یک در نشاط و ناز رفتند، به استقبال شیرین ناز رفتند. میرن و شیرین رو میارن و چه استقبالی میکنن و چه شب عروسی، و که حالا باز شب عروسی هم البته شیرین یه بازیایی در میاره چون چا زیادی مسته و این
یه پیرزنی رو لباس تنش میکنه، شب زفاف میفرسه پیش شاه که شاه قش میکنه و بعد صبح بهش میگه که برای اینکه عاشق، اگه عاشق هستی باید هوشیار باشی، تو باید بفهمی وقتی مسیح چه فرقی برای تو داره، تو نمیفهمی که چی داری. و اینه که من این کار کردم و خلاصه اینا به هم در میآمیزند و این عشق بالاخره به سرانجام میرسه و بعد یک ماه از اتاق بیرون نمیان. و ولی بعدش شیرین شروع میکنه به آموزش دادن و شروع میکنه به اینکه باید دیگه وقت چیز نیست، ما باید جهان رو هم درست بکنیم. پس اساتید مختلف، علوم مختلف، هم شاه فلسفه میخونه، نمیدونم در اینکه از کجا آمدم به کجا میرم فلان، و این داستان های علومی که بر اینها خونده میشه که اینا رو بسیار زیبا البته نظامی تعریف میکنه. و تا اینکه شاه به حدی میرسه که میرفته به مراقبه مینشسته در آتشخانه، ولی شاه یه پسری داره به اسم شیرویه از مریم که همیشه پسر بدی بوده و از 9 سالگیش هم که شیرین رو آورده بودن عاشق شیرین بوده و همیشه میگفته که من با این ازدواج میکنم. خلاصه شیرویه بر شاه میشورد و شاه رو که در اون آتشکده به مراقبه نشسته میره و در اونجا محبوس میکنه و هیچ کس حق نداره بهش پیش شاه بره جز شیرین. شیرین و خسرو در این آتشکده محبوس هستند، ولی چیز ولی خوشحالن و خیلی راضیان و در واقع احساس میکنه که هیچ چیز نیست، هیچی از دست نداده. دل خسرو به شیرین آنچنان شاد که با 100 بند گفتا هستم آزاد. چو در تو در دستی اگر دولت شده است، چو تو هستی همه دولت است. شکرلب نیز از او فارغ نبودی، دلش دادی و خدمت. اینا فقط خودشون دارن، همدیگر رو دارن و بسیار چیز هستن و هم نزدیکن. یه نفر که یک شبی شیرویه یه نفری رو اجیر کرده میفرسته به آتشکده که شاه رو بکشه. اون شب شیرین شبها داستان ها برای شاه میگه تا شاه خوابش ببره. شاه که خوابش میبره، شیرین هم که خیلی خسته است و همه کاری رو باید خودش بکنه دیگه، خوابش میبره، شیرین هم خواب. اون شخص وارد میشه و با خنجر میزنه به قلب شاه. شاه خون، خب چیز میشه، خون میاد، حالش خیلی بده، ولی برمیگرده و یه کمی آب میخواد. نگاه میکنه میبینه شیرین خوابه، میگه که به دل گفتا که شیرین راز خوشخواب، کنم بیدار و خواهم شربتی آب. دگر ره گفت با خاطر نهفته، که هست این مهربان شبها نخفته. چو بیند بر من این بیداد و خاری، نخسبد دیگر از فریاد زاری. شبم من مرده و او خفته باشد، همان به که این سخن ناگفته باشد. به تلخی جان چنان دادان وفادار، که شیرین را نکرد از خواب بیدار. ببینید این همون خسروه که همه چیز رو برای خودش میکنه، ولی حالا آنچنان عاشقه که حتی حاضر نیست شیرین رو در موقع مرگش از خواب بیدار کنه. شیرین از خواب خون ریزی میشه و شیرین از خواب بیدار میشه و وقتی میبینه خب معلومه که به چه حالی میفته و به چه روزی میفته و میاد و تمام وسائل خسرو رو میشورن و کفن میکنه و اینها و چیز براش پیغام میده شیرویه که حالا یه مدتی کمی تو عزاداری کن و اینها، بعدش من به همسری خود من در میارم. شیرینم برای اینکه بتونه کاراش انجام میده میگه باشه. یک تابوت بسیار زیبایی درست میکنن،
خسرو رو در اون میذاره، تمام شاهان رو دعوت میکنه، تمام اموال خسرو رو میبخشه به بینوایان، اونچه که در گنج بوده و در دست شیرین بوده اونها رو هم میبخشه به بینوایان، خودش هم لباس رنگی میپوشه و تور نمیدونم حریر زرد به سر میندازه و لباس قرمز میپوشه و با جسد رو میبرن برای اینکه بذارن در اون آتشکده و دهن. وقتی که جسد رو میذارن در اون بقعه، شیرین خواهش میکنه از موبدان که یه کمی میخوام با جسد تنها باشم. موبدان هم میرن بیرون و این هم در رو میبنده و در گنبد به روی خلق در بست. سوی مهد ملک شد دشنه در نست. جگرگاه ملک را مهر برداشت، ببوسید آن دهن، دهن کو بر جگر داشت. بدان آیین که دید آن زخم را ریش، همانجا دشنه ای زد بر تن خویش و به این ترتیب خودکشی کرد. مردم هم که دیگه حالا چیز شد که جان با جان و تن با تن به پیوست، تن از دوری و جان از داوری دست. راست دو صاحب تاج را هم تخت کردند، در گنبد بر ایشان سخت. و از آنجا باز پس گشتند غمناک، نوشتند آن مثل بر لوح آن خاک. که جز شیرین که در خاک درشت است، کسی از بحر کس خود را نکشت. ببخشید سرتون رو درد آوردم. این داستان خسرو شیرین به سال پنج. واو چقدر قشنگ تعریف کردیم، مرسی. همونجور که گفتیم نظامی به نظر یه سایکالوجیست هم میمه، چون آدم کرکتر متفاوت رو میدید. من سوال به نظر میمه که خسرو یه نارسیسیسته که است و فلایت میکرد شیرین رو، به خصوص اون اوائل. بالاخره فهمید که عشق ربطی به جواهر و مروارید و تاج و تخت نداره. خیلی خیلی ممنون.